اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. آواز آسمانی استاد ما در حضرت حریم رضایی ممنوع می شود، زیرا که والد و زوجه تفسیر کرده است. آواز در پیشگاه زامن آهو فعل حرام و معصیت کبراست. داماد حضرتش اما با نوچه مخملی همراه می شود. مجنون رب تتلو در پیشگاه او میخواند رپ رپ رپی رپی، فردا رئیس جمهوری تاج سر منی، خاله به روی دست، رپ رپ رپی رپی. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 17 می 27 اردیبهشت به شما سلام میکنم. همین رو کم داشتیم که امیر تتلو بر دست سید ابراهیم رئیسی بنشینه. ان شاء الله بهرمانی و جشن نور رو بهتون تقدیم می‌کنیم و ان شاء الله که خیلی آهنگ مثبتی بوده از آن. حالا اگر که اون که مال آهنگی که مال امام رضا علیه السلام هست، کی خوندی شما اینو؟ اونو من هولوش 2 سال پیش کار کردم، ولی 1 سال پیش اومد بیرون. خیلی چیز اثرگذاری هست، اون خیلی مال امام رضا هم هستش. البته برکت هم که داره دیگه، نام امام رضا خودش برکت داره. خودش برکت داره. حالا اگر بتونیم ویدیوشو، برای ویدیوش هم آج آقا ما یه فکری کردیم که همه فکر میکنن که امام رضا فقط مال آدم های مذهبیه، در صورتی که ما میخوایم جوری نشون بدیم که امام رضا برای، یعنی واقعیت امام رضا برای همه ایرانه. به خاطر همین ما فکر کردیم که یه ویدیویی درست. بچه ها کنسرت اوکی شد به امید خدا، مجوزش رو گرفتیم برای امشب ساعت 9. خیلی جالبه آقای اعلم الهدا اجازه ندادن کنسرت استاد ناظری برگزار بشه. استادان دیگر موسیقی ما، حتی آقای صادقی، نتونستن برنامه برگزار کنن، نه تنها در مشهد، در شهرهای استان خراسان رضوی، به این بهانه که امام رضا نباید اینجا خون. حرف صدای خودش هم است، در حالی که امام رضا ولیعهد مأمون بوده. مأمون خلیفه عباسی در بارگاهش بزرگترین موسیقی دانای عصر در اونجا بودن، کمان که در عصر پدرش بود. و امام رضا بسیار آدم آزاده‌ای بوده، آدم حکیمی بوده، پزشک بوده، فیلسوف بوده، شاعر بوده، مسلم موسیقی هم میدونست. ابن سینا میگفت من فیلسوف نیستم چون رقص ندانم، یک فن کم داره. حالا این ملا آقای اعلم الهدا و امثال هم موسیقی رو حرام میکنن بل اهل خراسان، و میگه هر کی میخواد موسیقی بشنوه بره بیرون. خب داماد محترم بفرستید، چون بدترین و بی‌ربط‌ترین موسیقی رو هم داره تایید میکنه. حالا آقا رو برج میلاد میبرن، برای امام رضا خونده. اما ربنای شجریان وقتی خونده میشه مثل ربنای ذبیحی، تمام 4 ستون بدن تو عاشق خدا میکنه. تفاوت ها اینه. آقای دکتر سازگار شما چی میگید؟ سلام. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، خدمت هم بینندگان عزیز. والا
که ما این عمری که از خدا گرفتیم با این دوتا چشم کوچیکمون خیلی چیزهای بزرگ دیدیم. اینو فکر نمی‌کردیم. اینم ببین یکیش. بله آقایون، حالا به نظر میرسد آقای دکتر نوری‌زاده میگفتن که نیوتن بدترین بلایی که سر خدا آورد با وجود که آدم خدا پرستی بله. بود، این نبود که خدا رو انکار کرد، خدا رو بیکار کرد، یه سیستمی برای این دنیا درست کرد. حالا البته نظریات نیوتن امروز رفته بله. زیر سوال و که خدا دیگه بعد یه روز مثل یه ماشینساز ساخته باشه بعد بیکار شد. این آقایون روحانیون ما هم بدترین بلایی که سر خدا آوردن اینه که یه خدایی درست کرد تو جیب خودش. بله. یه خداییه که اینا هر وقت میخوان درش میارن برای هر کاری، هر وقت هم نمیخوان غلافش میکنن، میخوان تو سر زن مردم بزنن، این خدا رو میارن بیرون. انتخابات میشه، میخوان همون خانمایی رو که تو سرشون زدن رو بیارن نشون بدن، این خدا رو میذارن جیبشون، زن مردم رو میارن توی خیابون و نمیدونم. با موسیقی رو آقایون خوششون نمیاد، استاد شجریان که افتخار ملی ماست، ربنایشون ثبت آثار ملی شد اخیراً، دادنم لوحش رو به همایون و خب واقعا جزء افتخارات مملکت ماست شجریان، یعنی رفت جایی که دیگه بزرگان تاریخ و فرهنگ ما نشستن، ربناشو به قول شما که آدم چهار ستون بدنش میلرزه وقتی گوش میکنه، پخش نمیکنن. بعد موسیقی، حتی همین موسیقی رب، من پاره ای از این دست رو دوست دارم، معترضم هست، یعنی بعد قشنگم هست بسیار زیباست، ولی خیلی خیلی هنرمندان بهتری از این آقا هستن در کشور، اونا رو ممنوع میکنن، زندان میکنن، موسیقی زیرزمینی رو میکوبن. بعد دیگه مشکل این است که طفلک نجفی باید بیاد بیرون و آقای این خدا جیبشونه، هر جایی بخوان در میارن خرجش. یه نکته به نظر من خیلی قابل تعامله، شما متون عرفانی ما رو که ملاحظه میکنید، ابو سعید ابوالخیر میاد، حاجی عبدالله انصاری مناجاتش رو نگاه میکنید، حاج مولا حاجی سبزواری میاد، مرحوم نخودکی و دیگران دیگران، در تمام اینا خدا خیلی زیباست. بله، آدم خدا رو در غایت زیبایی میبینه، خیلی قشنگه، همش روی رحمانیت و رحیم بودنش و بخشندگی و علیم و بصیر و با قلب واسع و اینا رو نگاه میکنم. خدایی که اینا ترسیم میکنیم براتون یه شمشیر دستشه و خدا از جنس خودشونه، یعنی دقیقا این خودشونه، آدم میکشه، سر میبره، متجاوزه، یه خدای بدی درست کردن. و این جنگ بین طریقت و شریعت خب یه جنگ قدیمی است، ولی اینا دیگه به اوجش رسوندن تو صحنه ظاهر کرد. خب برگردیم سر انتخابات. امروز آقایون تشریف بردن به مشهد، بعد نیست اول فیلم رو ببینیم، آقای رئیسی داره از پلکان هواپیما پیاده میشه، آقای میرسلیم وردستش، آقای قالیباف هم که حضور، اول ببینیم فیلم رو. بله، حالا آقای روحانی دارم، من یه توضیح اینجا بدم، من همیشه عادت دارم اگر خطایی کردم میام اینجا و میگم و سپاسگزارم از رضا و از یه دوست دیگر که به من تذکر دادم. فیلمی رو من اینجا پخش کردم که آقای خامنه‌ای اعتراض میکردن که شما به رئیس جمهور محبوب ما لقب دروغگو دادید، چون تقارن پیدا کرد با اینکه آقای قالیباف گفت دروغگو. من یه لحظه تصور کردم وقتی دوستان گذاشتن این رو در رابطه با آقای روحانی، خودم تعجب کردم، حتی از آقای دکتر سازگارا پرسیدم، عجیبه، اینم شاید یه بازی باشه. قبل از اینکه برنامه شروع بشه راجع به این مربوط به زمان آقای احمدی نژاد بود و آقای خامنه‌ای در ستایش و حمایت از احمدی نژاد بر زبان آوردن، والا دور باد
مقام معظم رهبری کلامی در حمایت از آقای روحانی بر زبان بیارن، روحانی که طرح یونسکو رو میخواد پیاده بکنه، روحانی که دوست داره با آمریکا روابط دوستانه برقرار کنه، با منطقه داره روابط داشته، در کاتگوری آقای خامنه‌ای نمیگنجه. بنابراین بنده از شما معذرت میخوام که این کار کردم، از آقای روحانی باید معذرت خواست که ببخشید من فکر کردم رهبر هوای شما رو داره. نه، رهبر دلش جای دیگه است و اندیشش هم جای دیگه است. بنابراین بنده این خطا رو بر من ببخشید. تو برنامه زنده از این مسائل اتفاق میفته. حال توضیح بده. خب حالا امروز آقای خامنه‌ای البته که اشاره‌ای کرده به این که حرفایی زده شد که شایسته نظام نبود و این شو خودش فهمیده که اون ایرادو به آمریکا گرفته و دیبیت های آمریکا تو مناظره های انتخاباتی ایران همه دوست خوندن و فاسد و ولی بله لام تا کام میشون رفت. الان آقای نوری‌زاده اخباری که من دارم، بحثی که دیروز احاله کردیم به امروز، ماجرای اصلی اینیست که جمعه خلاصه تقلب میشه یا نمیشه و عدد میسازن یا نمیسازن. یک چیزی وزیر کشور گفت، گفتش که ما یه دونه عدد اعلام خواهیم کرد. این خیلی به قول لغت انگلیسی سانس فیشی، واقعا این خیلی بو داره، خیلی درست بوی بدی میده. برای اینکه یه دونه عدد ساختن خیلی آسان تره تا ناچار بشن شهر به شهر دونه دونه بگن انقدر رای آورد اون انقدر. این نکته اول، چون بعد خود اون شهر و استان اعتراض میکنه. بله، بعد وقت میدونید پیچیدگی هم پیدا میکنه، ناظرهای سر صندوق هن ولی یه عدد دادن دیگه اون وقت راحت. نکته دوم این که آقای محمود صادقی نماینده تهران گفت آقا چرا انقدر لباس شخصی داره میاد تو تهران و بعدم سپاه پادگاناش دارن اهالی حاشیه شهرها رو طبقات خیلی فقیر رو میبرن تو پادگانا، به قول آقای روحانی نهار چرب بهشون میدن و دیروز خب مسلا رو از مسجدان نامدن سهمیه دادن، اتوبوس هم گذاشتن بردن پر کردن. به هر حال اون ماشین سپاه به راه افتاد. تا اونجا که منم خبر دارم قبلنا امثال آقای ناطق نوری و آقای ولایتی حتی با خامنه‌ای صحبت کردن که آقا نگذارید تقلب بشه و همین روحانی بذارید بمونه. این یکی دو روز ظاهرا ماجرا در سطح آقای علی لاریجانی و اینا هم رسیده به التماس با آقای خامنه‌ای که آقا یه کاری کنین سپاهی ها تقلب نکنن، مملکت نمیشه اداره کرد. من راستش هنوز دلم اصلا قرص نیست که جمعه اینا عدد نسازن، به خصوص این که آقای دکتر نوری‌زاده مدت هاست آقای خامنه‌ای نشون داده بی‌لیاقت تر از اینه که بتونه حتی بله حتی بیتشو درست اداره. ولی یه نکته من بهتون بگم، این خبر خوبی است. همین الان که من میمیدم دو تا از دوستان گزارشگر ما از ایران با من صحبت میکردن، بلوتوث رو زده بودیم تو ماشین رو صحبت میکردن، دو تا گزارش من دن خیلی مهم بود، یه گزارش از مشهد بودم امروز و یه گزارش از تهران. اشاره کرد به اینکه ببین اصلا مهم نیست که شما فکر میکنی این طایفه، تقسیم بندی دیروز شما رو تایید میکرد که این طبقه بیرنگ که نگه اینا زندگیشون رو حساب میکنه، یعنی داره فکر میکنه چهار سال پیش قلب من اینجوری میتبید، دلار همیشد 5000 میرفت بالا، چهار سال رو 3500 تا نگرش داشته، دارویی بود که برای خریدش 12 میلیون تومان باید میدادم الان 2 میلیون تومان. حرفایی که با مردم زده بودن، توده مردم آدمای بیرنگ به روحانی رأی میدن به خاطر اینکه میگن من زندگیم تو این 4 سال بهتر شده، حالا کم و بیش بالا و پایین هر چقدرم نذاشتن کار بکنه بهتر. چیزی که در مشهد میگفت خیلی بر من جالب بود، گفت این جالبه برات بگم، اهالی مشهد یک پارچه با روحانی هن. یک پارچه و اینا رفتن از بیرون
یه عده آدم رو ورداشتن باز با همین اتوبوس سپاه ورداشته آورده و این آدم ها گمن تو مشهد، یعنی قاطی مردم کاملا لباس نوع حرف زدن اینو میفهمی که اینو ورداشتن از بیرون آوردن و اون به اصطلاح بافت مشهد، اون ریشه مشهد، سنتی های مشهد و اون مناطق نسبتا میان به اصطلاح متوسط نشین مشهد همه یک پارچه روحانی. قطعا آقای نوریزاده، خراسان یکی از ستونهای تمدن ایران هستند و مشهد به خصوص شهر با فرهنگ همیشه مثل شهرهای بزرگ، یعنی من همیشه میگم این تمدن ایرانی طی 2000 سال 2500 سال دو تا ستون دو طرفش نگرداشتن خراسان و آذربایجان بوده و مردم با فرهنگی داره. مشهد مهدیه که از توش حالا فردوسی ها در اومده، عرفای بزرگ محمد از خراسان در اومدن، شعرهای معاصرمون بله، اسماعیل خویی و بعدم مشهد شهر فرهیخته بود، تحصیل کرده بود، خواننده ها بودن، قطب تولید خود استاد شجریان، همین میگم قطب تولید فرهنگ کشوره. بله. اما ببینید من کاملا میفهمم، اتفاقا مشهدی ها شما مشهد که برین، شما خودتون از همون خطه مشهد که میرین، حالا منم چند ساله نرفتم ولی از اون راننده تاکسی از فرودگاه که میاره شما رو شروع میکنه، همچنین که یه ذره سر صحبت رو باز کنی بسیارم با سیستم بده، برای که خب مردمان فهمیده و فرهیخته هستن، به خصوص اونجا نه اینکه این تولیت آستان قدس هست و چه اون موقع که واعظ طبسی بود و چه اون موقع که حالا این آقای علم الهدا که دیگه شورش نور هم داره بوده واقعا از بیفرهنگی و نفهمی و ارتجاع و اهالی مشهد قطعا به روحانی رای میدن، یعنی قطعا شما مطمئن باشید هر کی از این سیستم دورتر باشه مشهدی به اون رای میدن و از ریخت اینا بیزارم، برای اینکه یه مقدارم اونجا از نزدیکترم زد دستشون زیر ساتوره این روحانیون مرتجه، ولی ماجرا من اصلا شک ندارم تهران و شهر بزرگ ما و حتی شهرهای کوچیکتر ما، مراکز استانهامون تو اون مملکت قطعا نمیرن به رئیسی رأی بدن، اما ماجرا اصلا رأی نیست، اگر رأی باشه همه سمت شام نشون میده آقای روحانی دور اول میبره، اما اگر رفت دور دوم یا رئیسی همون دور اول از صندوق دارن، من شک نکنید تقلب. خب حالا میرسی به اینجا، یعنی پیشا پیش اینو راحت میشه گفت بدون اینکه آدم یک لحظه بخواد تردید بکنه که دور دوم بله تقلب. خب و یا دور اول رئیسی رو بیارم. حالا من یه صحبتی دارم، شما فکر کنید که ساعت اعلام رأی هست و مردم متوجه میشن که بازی پشت پرده است. خب ما نمیخوایم برای مردم تعیین تکلیف بکنیم، ولی واقعا مردم ما در این لحظه چه مسئولیت مهمی درباره سرنوشت خودشون و فرزندانشون دارن. همین آقایی که با مشهد با من صحبت میکرد، دوست همکارمون، گفت آقا عزیزم من میرم رأی میدم به خاطر نوه و فرزندم، از من گذشت ولی من نمیخوام یه احمد نژاد دیگه توی مملکت باشه. بله. مردم چیکار بکنه؟ ببینید مطمئنا من در خارج از کشور نمیتونم، ولی راههای مبارزه مدنی رو شما آموختید. بله. اجازه نمیدم به خودم بگم آیا رأی کسی بده یا نده. نه اونو ما نمیگیم. بله من چون حالا یه اصولی هم خودم برای خودم دارم، ولی این درسته هرچی جمعیت بیشتر باشه امکان تقلب کمتره یا سختتر میشه دست کم. منتها ببینید این آقایون هم خوب استراتژیست دارن، منظورم این اتاق فکر این سپاهیاس و اون قسمت های ظلمانی اون بیت. ببینید اینا تحلیلشون اینه که از پس طبقه متوسط میگن ما برمیایم دیگه، بیشتر جنبش سبز که نمیشه که در اون عدم میشه ما میتونیم سرکوب کنیم، میتونیم مهارش کنیم، خطر اونجاییست که طبقات فرودست بپیوندن به اینا. درست. به همین دلیل از ابتدا آقای رئیسی همش سیگنالش شعارش به اون ور بوده، نه برای اینکه الزامن حالا اونا بیان بهش رأی بدن، به قول شما ممکنه ضرب و تقسیم بکنن، مثلا این بیمه پوشش درمانی. بله. که روحانی درست کرده آقای هاشمی وزیر بهداشت واقعا فقرا به نفعشون بوده. بله. مثلا حالا البته اشکالات خود چه سیستم داره، ولی آقای رئیسی این
زوم رو به اصطلاح رو این طبقات کرد، برای اینکه دست کم اگر خواستن تقلب کنن مطمئن باشن اونا نمیان به طبقه متوسط بپیوندن. تمام ماجرا اینجاست. ببینید در جنبش سبز شما یادتونه که این فهمدای سپاه گفت اگه این شوش به پایینی ها بیان ما باید با دمپایی فرار کنیم. این نسب العینشون رو میفهمنم، باید اونها رو 11 میلیون حاشیه نشین شهر، 7 میلیون کارگر صنعتی کشور، 5 میلیون کارگرانی واحدهای خدمات صنفی ها کوچکتر زیر 10 نفر، چون واحد صنعتی بالای 10 نفر محسوب میشه، و ارتش بیکارای کشور به روایت حکومت 3 میلیون، به روایت واقعی 6 میلیون 7 میلیون بخششون بیکارایی که خب به جون اومدن. اینها رو با سازماندهی میخوان دست کم مطمئن باشن که اگر عدد ساختن شلوغ شد، طبقه متوسط شلوغ کرد، اونا نیان بپرن. این استراتژی این آقایونه و البته لشکر پشتر خودشون هم متحد کنن. این داستان فساد و فلان اینا برای این نیست که ارتش پشتر خودشون هم درسته. چون مسئله دارن، داخل سپاه هم مسئله دارن، داخل بسیج هم مسئله دارن. بالاخره یه بچه بسیجی هم درسته تو بسیج پدر داره، مادر داره، خواهر داره، برادر داره، تو محل رفیق داره، دوست داره، دوست نداره که بهش بگن آقا تو مثلا مبلغت علم الهدایی، اونم مسئله داره، ممکنه نونشو بهش میدن و یا یه سری حرفای بزن. من اینا یه مشکلشون هم اینه که اون کره سخت پشت سر خودشون رو متحد نگه دارن، برای اینکه جامعه بالاخره تحمیل میکنه چیزایی رو. این قصه ایست که توی انتخابات بازی کردن. این انتخابات هم بر سر رئیس جمهوری در واقع نیست، انتخابات بله. بر سر رهبری. بنابراین ماجرا رو حساس‌تر کرده. شما به این مجموعه پارامتر روسا رو اضافه کنید که استاد این توطئه ها، و روسا به هر حال در سایه رهبری آقای خمینی اول، حالا که اون دیوار قیامت رو با آمریکا کشید، بعدم آقای خامنه ای که صاف مملکت رو برده تو بغل روسا، دست بازی در ایران پیدا کردن. روسا هم به هر حال یه پارامتر دیگر به ماجرا اضافه شدن. لذا این است که حالا بعد این کلش ساعت آینده نگاه کنیم، از نزدیک دنبال کنیم. یه استنباطی من اینجا دارم، میگم ببینید کاملا حرف شما درسته، این مهندسی انتخابات به این شکل، این چیدمان در برابر ماست. معذرت میخوام، حالا مردمی که در برابر این چیدمان قرار داره، یک حضورشون، نمایش قدرتشون، حضورشون، حالا حضورشون رو ما اینو میگیم، فردا هم بعضی از این تلویزیون ها آقا دیدی این وابستگان رژیم اومدن تشویق کردن. این دوست من از مشهد و اینم در تهران به من میگفت آقا گوش نکنین، مردم شما رو میبینن و قضاوت میکنن، شما اینجا زندگی میکنید نه اونجا، اینجا باید زندگی بکنید، ببینید در از 4 سال چه چیزایی تو زندگی ما عوض شد. خیلی بیشتر انتظار داشتیم، ولی دوران نکبت بر احمدی‌نژاد نمیخوایم تکرار بشه. اینه که خب مردم یکی اونه، علی‌رغم اون رژیم اومد این ناپرهیزی رو کرد و تقلب بزرگ کرد، چه کار مردم باید بکنه؟ این برای ما، به نظر من باید ما آلترناتیف ها رو در نظر بگیریم. اجتماع جلوی وزارت کشور، در شهرستان ها جلوی استانداری و فرمانداری، خود این اجتماعات به نظر من کار بزرگی اگر صورت بگیره. ببینید البته طبق قانون انتخابات تجمع مثلا ممنوعه، ولی بعد از انتخابات دیگه، بعد در سربستان دانشجویان آتپور وقتی که میخواستن اون رفران اون چیزی درست. که بود میلوسویچ تقلب هم که حاضر بود بره کنار، کوچنیتسا رو انداخته درست. بودن جلو، همین کارو کردن. وقتی که نمیرفت کنار میلوسویچ و بعدم رفت به مجلس، به اصطلاح باز شد، مردم رو دعوت کردن جلو مجلس جمع شد، یک مرتبه سربستان تکون خورد، همه اومدن، بعد دیگه به بلگراد خط نشد، از تمام شهرها اومدن با بولدوزر، لودر، کامیون، شخصی، دوچرخه، موتور، جمعیت. بازم میلوسویچ نمیرفت کنار، ولی دیگه وقتی جمعیت رفت از یه جایی و بعد احساس کرد قصر جونشون میکنه، یعنی دیگه اونجا دیگه با وجودی که همون آخرم یه سری دانشجو رو گرفت. این راهکار درستی است. اگر آقای روحانی فردا مثلا از مردم بخواهد که آقا هر کس رفت رأی داد، بله، از رأی روز رأی گیری
بیاد بره در هر شهری جلوی فرمانداری، در استانها جلوی استانداری، در تهران جلوی وزارت کشور. میشینیم چای میخوریم، صبحونه میخوریم، نمیدونم الان مثلا در کاراکاس پایتخت ونزوئلا دانشجوی تاکتیک جدید زدن جلوی مادورو، میان دست جمعی میشینن غذا میخورن تو خیابون، شهریان های شهر رو میبندن، در واقع یه جور تجمعاتی چون میگه غیر قانونیه و مثلا مسابقه فوتبال میدن. بله. ولی حاصلش یکی، راه رو میبندن. اگر با یه روش های مردم بیان بیستن، اون وقت جرأت تقلب نمیکنه. میفهمن که اگر اون از در اون وزارت کشور عددی که این مردم میخوان در نیاد، ممکنه اون وقت دیگه جمعیت موج برداره به آتیش بکشن وزارت کشور رو. این یه راه کاره. من نمیدونم آقای روحانی چون این کاری رو میکنه یا نه. اینجا رو نگرد دکتر سازگارا، من معمولا در وسط برنامه یه آهنگ پخش میکنم، یه تنفسی باشه. روز شنبه من رفته بودم به پاریس، تشییع جنازه آخرین فرزند رضا شاه بود، غلام رضا پهلوی، شاهزاده غلام رضا پهلوی. من یک ارتباط عاطفی و احساسی با منیژه بانوی جهانبانی دارم. منیژه بانو معلم من بود، من مدرسه ایران که می رفتم، این زیباترین بانوی جهان کار نمایشی ما رو اجرا می کرد، یعنی با ما سرپرست ما بود. میس هرمینه نمایش سنو وایت اند سیون وولف، سفید برفی هفت کتوله رو آورد، من بازی می کردم و این منیژه بانو ما رو هدایت می کرد. هنوز همسر برادر پادشاه نشده بود. و این خانواده جهانبانی رو که من عاشقانه دوست دارم، شوکت ملک بانو، ایران خانوم، آفرین، نیلوفر، کامبیس، همشون. رفتم به تسلای منیژه بانو و فیلم کوتاه گرفتم، دو سه دقیقه. باید این رو دوشنبه پخش میکردم، آماده نبود. بعد شاهید عزیزم فیلم رو فرستاده بود، ما نگرفته بودیم، الان آماده است. به جای آهنگ این دو سه دقیقه رو ببینیم، باز میگردیم. برای اینکه به بحث انتخاباتمونم لطمه نزده، من آهنگ رو کنار گذاشتم. از موسیقی پوزش میخوام، ولی به هر حال مراسمی بود. Monseigneur, je vous laisse entrer avec sa majesté, peut-être. شاپور عزیز، من نطق خواهی نکردم، من میخواستم که فقط عشقا صحبت کنم. همیشه اون صورت و لبخند مهربونیتون جلو چشمام هست. ما رو ترک کردید و آخرین فرزند رضا شاه بزرگ با ما وداع کرد. هیچ وقت فراموش نمی کنم که در تمام عمرتان چقدر پشتیبان برادر تاجدارتان بودید و تمام کارهایی که به شما محول شده بود با چه جدیت و فروتنی انجام دادید. از روزی که مجبور شدید که میهن رو ترک کنید به یاد ایران و ایرانی بودید و با نوشتن خاطراتتون از افکار و خدمات پدر و برادر تازدارتان دفاع کردید و تمام فعالیت هایی که آنها میکردن برای بهبود و پیشرفت ایران و ایرانی از اون صحبت کردید. شاپور عزیز، هیچ وقت محبتتون رو
نسبت به فرزندان برادر تاجدارتان و فرزندان من و خودمان فراموش نمود. میخواستم در اینجا به قول عزت منیجه که تمام مدت‌های سخت همگام و همراه شما بودن و تا آخرین لحظات دستشان در دست شما بود و به والا حضرت رحمت بهرام مریم آذر و بهرام تسلیت میگم و براشون آرزوی صبر و شکیبایی دارم. روحتان شاد. Voilà. خیلی خوب، اینم مراسمی که مشاهده کردی. یه نکته جالبی آقای دکتر سازگارا، این وسط برنامه انتخابات شاید مناسب نبود این موضوع رو پخش کردم، ولی از دوشنبه من می‌خواستم اینو پخش کنم. شاهید زحمت کشیده بود. نکته که برای من قابل تأمل بود، مجموعه خاندان پهلوی که صحبت هزار فامیل میشد در اینجا شاید 30-40 نفر بیشتر نبودن. اگه بقیه هم می اومدن می شدن 60-70 نفر. ولی هنوز یکی از قاجاریه در می گذرد، مثلا فرزندان فرمان فرما، یه 200-300 تا شازده هستن. یعنی اینقدر اون وسیع و بزرگ. البته 150 سال سلطنت کردن و تعدادشون هم ماشاءالله زیاد بوده. و به این ترتیب حس می کردم صفحه هایی از تاریخ ما، 4 پادشاه در تبعید می میرن پشت هم. بله. و بعد خانواده‌هاشون به هر حال تبعیدی میشن، یعنی همسر محمد علی شاه، فرزندانش اینا، خیلیشون، خود احمد شاه بعدن، برادرش و بعد محمد رضا شاه. و عجیبه که به نظر من برای حاکمیت جمهوری اسلامی اینا درس عبرت نمیشه. به این معنا حداقل اینها آدمای تحصیل کرده بودن، با غرب آشنا بودن، میتونن در اینجا زندگی. اینا کجا میخوان برن؟ سوریه شون هم که پاش در هواست. واقعا اینا میخوان چیکار کنن؟ برن تو عراق؟ باور کنید عراق تحملشون رو نداره. تمام که امروز در عراق عکسشون رو پاره میکنن، میکشن پایین. رژیم جمهوری اسلامی در 37 سال کاری کرده، نه اعتباری در وطن داره نه روی در خارج. بریم سر انتخابات. بله، البته حالا اینو گفتین، واقعا آقای دکتر نوری‌زاده شما نگاه کنید، من دانش آموخته تاریخ هم، خودم میذارم جای یک مورخ، فرض کنید 500 سال بعد از ترور ناصرالدین شاه تا همین امروز که بحران هنوز تو فضای ایران هست و این رژیم هم سر سلامتی به گور نخواهد بود. صد درصد. کشور ببینید، یا رهبران کشور ترور شدن، معدودی به عمر طبیعی مردن، مثل خمینی، ولی خب جانشینش الان اینطور در ترمویل، اینطور در بحران. این در واقع مورخ 500 سال بعد خواهد نوشت این ورود عصر مدرنه به ایران و تضاد سنت و مدرنیزمه، تضاد مدرنیته است با ابعادش که وارد ایران شده، محصولاتش مثل دموکراسی، حقوق بشر، از اون ور محصولات سخت افزاریش، کارخانجات، صنعت نوین، بانکداری، کامپیوتر. این با باورهای جامعه ما، ساختارهای جامعه ما، دین مردم، مذهب مردم، اخلاق مردم، روابط خانوادگی، همه رو به تنش انداخته و هنوز سرش به بالین آسایش نرفته. یعنی هنوز این مشکل در جامعه ما حل نشده که عصر مدرن با تبعاتش، خب یعنی مذهب هم باید دوچار تبعات نشده دقیقا. یعنی شما ببینید ما ماشین رو، یعنی این مقابله‌ای که مذهب ارتجاعی عقبگرای
سنتی داره با مدرنیته میکنه. جمهوری اسلامی در یک کلام یه حکومت پشت به دنیای مدرن. ببینید شما آقای دکتر سروش عقب گرد داره میره. آقای دکتر سروش چند مقوله اساسی رو مطرح کرده. بله. که این مقولات اساسی میتونه همون پالایشی رو که بله. در مسیحیت شد در مذهب بخصوص شیعه انجام بده و ما رو دشمن مذهب نکنه، بلکه در کنار مذهب باشیم. مذهب جزی از فرهنگ و زندگی ماست. ولی ما که یا از این برکه نشیم یا از اون برکه. ما که یک عناصر مهمی در فرهنگمون داریم که عربا میگن اصلا شماها با اینا از اسلام انتقام گرفتید. دقیقاً. مولوی داریم، حافظ داریم، سعدی داریم، ابو سعید ابوالخیر داریم، یعنی کشوری هستیم که یه قرائتی از دین و مذهب با تصابق و تساهل و که پلورالیزم توش هست، تکثرگرایی هست، خدای عاشق توش هست، اصلا یه قرائت توش که هنوز تو دنیا حرف نو داره. دقیقاً دقیقاً. بنابراین آره و ولی خب ببینید این فقط هم این نیست، مثلا روشنفکری مثل آقای داریوش آشوری به درستی انگوش گذاشته که آقا زبان فارسی هم که اینقدر شیرین ما باش حرف میزنیم این هم باید پالایش بشه تا محمل مناسبی برای مدرنیته، علم جدید، فلسفه جدید بشه. دین هم باید پالایش بشه. و داریم آدمشو. بله. یعنی شما مشتری شما فکرانه جدی هم داریم جدی. که خدایش نسبت به نه شایگانو داریم باشه. اونو داریم نسبت به دنیای اسلام روشن فکرای ما به مشابهینشون امثال حسن حنفی، محمد بله. ارکون مالا ما خیلی یه سری من تو سمینارهای متعددی آقای دکتر نوریزاده رفتم، خداییش نه اینکه دوستان ما باشن و ایرانی باشن، یه سر گردنم بالاتر، دقیقاً بالاتر، دقیقاً بالاتر. حتی من دین پژوهانی مثل آقای دکتر سروش رو توی سمینارهایی با متکلمین مسیحی بودن، یهودی بودن، از غرب، از بهترین دانشگاه، و اونا قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، من میبینم دو زانوی ادب میزنن. یعنی حرفایی که این نواندیشان ما، این فلاسفه دینی ما ارائه میکنن، خداییش یه سرگردن بالا دو تو سازگاه پارسا. البته یه علت هم نیست که با یه مشکل واقعی مثل حکومت واپسگرای جمهوری اسلامی مواجه بودن، سوالات واقعی مطرح شده، در نتیجه خیلی خوب آرتیکولیت کردن، بحث کردن، سیستمای فکری ساختن. به هر حال میخوام بگم جامعه ما الان که ما داریم سر برگردیم به انتخابات، داریم نگرانی میگیم تقلب میشه، برای اینکه بحث رهبری روسا کجان، امریکایی ها چی میشن، کنفرانس ریاض چی میشه، این چی میشه. یادمون باشه یه خورده دورتر وایسیم نگاه کنیم، اینا همه تبعات یه موضوع بزرگتره و اون این است که دنیا عوض شده از بعد از انقلاب صنعتی انگلستان. قرن 19 هم دنیا پوست انداخت، به کشور ما که رسید هنوز هضم نشده، دوباره دنیا داره پوست میندازه. اصل اینترنت ما عقب داریم، ما دوره مدرن شدن دنیا قرن 19 گرفتار قاجارا بودیم که شریک فکریشونم شرکت سهامی داشتن با روحانیت. دوره تحول اینترنتی در دنیا که همه چی داره باز جا به جا میشه، دوباره گرفتار یه حکومت واپسگرایی شدیم که همه زورش این است آقای خامنه ای و رئیسی و اعوان انصارشون چجوری اینترنت رو ببندن، سرعتشو بیارن پایین، چجوری تو دل مردم خوخ کنن، چجوری کنترل کنن، نخون نفهم، با دنیا نرو، اقتصاد نمیدونم مقاومتی آقای خامنه ای میگه، یعنی برگردیم پشت درهای بسته، کاری که تو همه دنیا هم شکست خورده. تو خود جمهوری اسلامی دهه اولش خودکفایی دولت آقای موسوی کردیم و شکست خوردیم. دکتر سازگارم، عبدالرحمن راشد دوست من، سردبیر اسبق الشرق الاوسط و العربیه الحدث، یه روز به من گفت شما ایرانی ها در آغاز قرن با انقلاب مشروطتون که ما هزار سال عقب بودیم، به ما یاد دادید که میشه کانستیتوشنال مونارکی درست کرد، اوورد و باعث تحول شدید. بعد رضا شاه اومد مدرنیته از بالا با آتاتورک دو نمونه برای ما شدن که جامعه رو، یکی شاه یکی رئیس جمهور. بعد نهضت ملی شدن نفتتون بود که عبدالناصر رو به شوق انداخت، عبدالکریم قاسم میشه جلوی استعمار وایستاد. خب اومد این انقلاب اسلامیتون چی بود؟ یعنی همیشه سوال بود، شما همیشه رائد و پیشرو بودید، این کیتون چی بود که ما رو گرفتار کردین؟ این رو دست کمونیستا نگاه کردین، نسل ما بازی به انقلاب کنیم، حسرت به دل انقلاب اکتبر بودیم، پدران ما انقلاب فرانسه رو نگاه کرده بودن.
رفتیم یه مدل اسلامی شو درست کردیم، غافل از این که در این جعبه پاندورا رو که باز کنیم ارتجاع مذهبی میاد بیرون. و اتفاقا اینم می‌خواستی بگی هم سرمنشه شد که حالا انتهاش داعش در اومده، القاعده در اومده، همین میگه خود اینم به ما دادید، خود اینم اومده بیر اینو دادی. و از قضا ما هم آقای دکتر نوری‌زاده، من باز خدا شاهده نه اینکه ایرانی باشم بگم، خیلی دوستان عرب منم دارم، شما هم داریم بچهای، باز هم به نظر من تو اون منطقه جنبش سبز اینو نشون داد. مهمترین حادثه انقلاب، دوره انقلاب اسلامی دست کم به نظر من جنبش سبز، برای اینکه حتی جنبش اصلاحات مهمتر شد، برای اینکه اولین بار بود میلیون ها نفر اومدن به خیابون بابت یک حق شهروندی، رأی دادم رأی من کو، چیزی که ممکن پس فردا اتفاق بیفته، و بدون اینکه روحانیت دعوت کرده باشه، بدون اینکه بر اساس یک تکلیف مذهبی بیان یا تکلیف حزبی باشه، حزبی باشه، یعنی این اتفاق خیلی مهم بود. و دیدیم بلافاصله 2009 در ایران شد، 2011 موجش به جهان اسلام، ولی مال اونا نتیجه چی شد؟ محمد مرسی رو میره سر کار، ولی عقب نشینی کردن، مصری رو زیرکی کردن، تا دیدن افتاد دست اسلامگراها گفتن اشتباه کردیم، برگشتن رفتن یه مبارک جوون رو بغل کردن آوردن، گفتن ارتش مصر هر چی میخواد باشه باشه، اما از اینا بهتر. تونسی هم رفتن برقیبه پیتر مصر درست دو تیکه شد واقعا، یعنی درست نصف شد ملت، 25 میلیون رو بردن تو خیابون، گفتن آقا ما اشتباه کردیم برگرد. تونس شاید تنها کشوریست که برای اینکه تونس در واقع تاریخش هم تمدن کارتاژ و در واقع بخشی از ایتالیا سمیشه، اون ریشه که اون تای اروپا بورقیبه، بله اون فاندیشن، و تونسی ها به نظر من تنها مدلی هن که تونس گفت تونس، یعنی اسلامگراها این آقای راشد الغنوشی و حزب احمدش کرد خودشون. آره من در دانشگاه جورجتان امریکایشون بعد از اینکه نخست وزیر بود صحبت میکرد، بی خجالت هم میگفتش که تحت تاثیر افکار دکتر سروش، مثل من از بازرگان آخر عمرش که گفت من از این جوان تاثیر گرفتم، یعنی دینی که میره به حوزه فردی، میره به حوزه عشق و عاشقی، میره به حوزه ما برهان قلیون میگفت بعد، و دیگه سکولار میشه در واقع، عقل رو رها میکنه، عقل به صدر میشینه. و تونسی ها به نظر من اولین باره در دنیای اسلام اسلامگراها با رأی تحویل دادن و رفتن. خیلی مهمه، خیلی مهمه، چون همه جا اسلامگرها از جمله در ایران یه دفعه انتخابات میکنن میرن بالا دیگه پایین نمیان. ایران منتها زیرکی اسلامگراها این بوده که یه مدل قانون اساسی هم درست کردن که ظاهرش خیلی پیچیده است، اما تاش چیزی که جز خودشون بهش کیرا نمیدن، دو گروه مثلا همین انتخابات هم همینجوری آخرش بالاخره، در حالی که اکثریت جامعه ما الان نیست. مردم هم البته گاهی با زیرکی میان میگن باشه به این یکی رای میدیم، یه قدم بریم جلوتر مثلا یه دونه تو گوش اینا بزنیم، اونو بچزونیم، اونو بچزونیم بریم. به هر حال حالا به نظر من در ایران پایین بری شما بالا بیای، پیشتاز دنیای اسلام خواهد شد، و شاید ایران الان تنها کشور منطقه باشه اگه مصر درست نصف شد، که اگر درش یک انتخابات آزاد و عادلانه برقرار بشه سکولار رای میاره 100% و بالای 70-80% هم رای میاره. نه ضد اسلام ها، ممکنه مسلمون باشن خیلی، ولی دیگه اسلامگرا نیست، یعنی نمیخوان کشور رو با احکام شرعی و اینا اداره کنن. به قول معتزله در تاریخ اسلام حکومت از امور عقلی میدونن، سکولار میدونن، میگن با عقل باید اداره کرد، و به قول ابن خلدون و همسالهم دستاورد تمدن بشری هر چی اومده با همون ادامهش میدن اجرا میکنن. به هر حال یک چیزی هم من به نظرم تمام این مناظره ها رو نگاه میکردیم تو این انتخابات، من شخصا حالا حرفایی که خیلیش به نظر من هیچ کدومشم چاره اون کشور نیست راستشو بگم، یه حرف حسابی آقای هاشمی تبازه به نظرم تو شلوغیام گم شد، این خیلی حرف مهمی است، گفت من دانشجوی مهندسی نساجی که بودم، فارغ التحصیل پلی‌تکنیکشون امیرکبیر، یه ماشین نساجی دو تا کارگر بالا سرش وای میساد، الان 100 تا ماشین نساجی یه اپراتور داره، تازه راندمانش هم هر کدومشون چند برابر بود. اشتغال صنعتی دیگه معنی نداره، کسی بگه داره بی خود میگه. این حرف از این جهت مهمه، حالا آقای مهندس هاشمی تبا از روی تجربه عملیش میگفت، ولی
عصر گلوبالایزیشن، عصر اتوماسیون، عصر کامپیوتر و عصر اینترنت اصلا تغییراتی رو ایجاد کرده که در آمریکام آقای ترامپ کلا گذاشت سر یه ده به سلام سفیدای خشمگین که بیکار شدن. خیلی هم گفتن در آمریکا که آقا این سفیدای بیکار تو ایالت‌های مثل میشیگان و اینا جلوی چین و سرمایه و اینا نباختن، اینا جلوی اتوماسیون و عصر جدید کامپیوتری اشتغالشون از دست رفته. یا بودن آیفون، بودن تلفن همراه، اینترنت نقش مطبوعات رو عوض کرد. همین من و شما داریم اینجا الان حرف میزنی، بله، از ماهواره مردم نگاه میکنن. بعد ولی دانستیریمش از این برنامه که تموم میشه توی اینترنت چند برابر اونی که لایو پای تلویزیون نگاه کنن میتونه تو خیابون راه بره و طرف نگاه کنه یا بشنوه. این عصر خیلی چیزا رو داره جابجا میکنه، دنیا داره پوس میندازه. هرگز در تاریخ بشر نداشتیم روزی 2 تریلیون دلار جابجا میشه، یعنی سرعت مبادلات. به همین دلیل احزابی که اینو نمیفهمن، حتی در همین اروپا، در فرانسه نگاه کنید، دو تا حزب سنتی تو یکی 19% رأی آوردن. یا آدم مثل مکرون میاد تنها میگه من اصلا عصر جدید و اینا رأی میاره، 39% میاد جلو. در آمریکا هم باید یه حزب سوم درست شه، قطعا باید یه حزب سوم. انحصار این دو تا حزب بشکنه، حتما یه حزب سومی که عصر جدید رو بفهمه. متاسفانه بازم با کمال تاسف باید گفت ما در ایران گرفتار حکومت عقب افتاده واپسگرایی هستیم که نه فقط مقتضیات این عصر جدید رو نمیفهمه، حتی میخواد مقتضیات مدرن، عصر مدرن که 400 سال پیش شروع شده هم نفهمه. ما رو ور داره ببره به قرون وسطا و ماقبل قرون وسطا. شما جامعه ایرانی که نگاه میکنید، یه جامعه ای که این جامعه از حکومتش 1000 سال جلوتره از هر نظر. حالا بخشی از این جامعه، این حکومت موفق شده عقب ببرتش، یعنی اون روستایی ما که به برکت سپاه دانش تغییراتی که میشد رادیو تلویزیون داشت میمد جلو، اینو میبرن شقب، امامزاده رو بغلش میزنن میگن برو معجزه تو عظیم بگی. ولی کشور عربی رو میخوام بگم، در بسیاری از کشور عربی حکومت ها از مردم خیلی جلوترن، یعنی مردم حاضر نیستن بیان، حکومت میخواد بیاد یه اصلاحاتی بکنه مردم چسبیدن، ولی تو ایران مردم خیلی جلوان و یه حکومت درستی که حکومت مردم سالار ملی باشه چقدر میتونه از این مردم بهره ببره، تاریخ ساز بشه. ایرانی ها خیلی روحیه ملی ما این است که اصلا دلمون نمیخواد از هیچ جا عقب باشه. واقعا همینه، یعنی ایرانی خارج نگاه کنیم ماها که پرت شدیم، یعنی الان متاسفانه توقع بخشی از مردم شده این که حالا ایشالله ونزوئلا نمیشیم، ولی واقعا ایرانی ها در همین عصر جدید که غرب اومده همیشه میگفتن آقا ما چرا ژاپن نباشیم، ما چرا آمریکا نباشیم، ما چرا آلمان نباشیم. و نباید این توقع رو کاهش داد و ایرانی ها این علاقه رو دارن اصلا دلشون. حتی آخوندهای قوم همه شما میری با همه افکار ارتجایی که اون پشت دارن، اما تو خونه شون کامپیوتر رو دارن، درسته، موسیقی رو و واقعا من الان خیلی اینا رو دانلود کردم روی آیفونم، کتابای دینی رو، بهترین اپ ها رو نوشتن، اپلیکیشن ها رو، تمام بهارالانوار رو نوشتن همه اون توی، چقدر خوب قابل دسترس و چقدر. میخوام بگم این روحیه در ما ایرانی ها هست و من اونجا که بخواستم شما نگه دارم، من آقای دکتر نوزده اجازه از روستاییامون دفاع کنم. من بسیاری دهات ایران رو رفتم و میگم اینا تلاش کردم ببرنشون، ولی واقعا روستایی های ما 24% دیگه بیشتر جمعیت روستایی نداریم. شهر 76% جمعیت کشور شهر شهری شده، ولی به برکت همین ماهواره برق رفته به روستا، اینترنت، تلفن. روستایان ما، شما روستای دور افتاده میری میبینی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد داره، بعد میبینی که به سلامتی سر کوه ماهوارم بهتر میگیره، همچین برای تمام تفسیرهای شما رو گوش میکنه، اونو نگاه میکنه، مقایسه میکنه و آنچنان از این حیث هیچ فرقی با شهرنشینای ما ندارن. یعنی شاید پاره ای از این بخشای خیلی فقیر حاشیه شهرهای ما توش یه اتفاقات بدی بیفته، ولی روستاها به دلیل اینکه خوب پراکندن به برکت عصر ارتباطات جدید حرفایی رو میزنن که اصلا هیچ فرقی با یک
فرد داخل تهران یا اصفهان یا شیراز نداره. ای بسا گاهی هم جلوتره. من شاید یه بار دیگه عرض کردم تفسیر خبر یه دوست ما برای من یه عکسی آورد اون موقع، بله، یه خانومی در شیراز داشته رخ میشوره، حالا انشالله که اون خانم ماشین لباسشویی خریده باشه، و یه آنتن ماهواره میگفت تو حیات بود، ازش پرسیدم ماهواره نگاه میکنه گفت، گفتم چی نگاه میکنه، گفت تفسیر خبر. به من میگفتش که ببین مشتری های تو اینام هستن، فکر نکنی فقط داری واسه یه عده شمال شهر تهران حرف میزنی. دو تا سازگاره. فردا آخرین روزه که ما در خدمتتون خواهیم بود. من سوالم اینه، الان حساب بکنید دو نامزد در مشهدن، تمام زورشون هم زدن، از فردا هم دیگه تبلیغات ندارن. بله. الان حس میکنی آقای روحانی تنها پیامی که باید به مردم بده چیه؟ فکر کن یه جمله میخواد به مردم بگه. اگر تقلب شه پای رأیتون میستم. من میگم این جمله رو بگو و یه جمله دیگه هم بگو، پاینده ایران. او بله. پاینده ایران رو حتما آقای روحانی از یادت نره. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دکتر سازگاره عزیزم، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. علیرضا نوری‌زاده، فردا برنامه داغی خواهیم داشت.
جلال خود رسانم ذره تا اوج کمال مهر تو مانم. من دلانگیزم، دل آرامم، دل افسونم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم. Thank you.